بارها تو کوچه خیابون که داشتید رد می شدید یا تو تاکسی آه و ناله بعضی ها رو شنیدید که میگن آقا جان زمان شاه دلار 7 تومن تک تومنی بود ولی الان 7000 تومنه، یا شنیدید که میگن زمان شاه پاسپورت ما انقدر ارزش داشت همه ی اروپا رو میتونستیم بگردیم ولی الان چی؟ هیچ جا با این پاسپورت بی ارزش نمیتونیم بریم. الان هم که مد شده همه میگن اگه ایران تو منطقه ماجراجویی نکنه و با آمریکا کنار بیاد همه چی خوب میشه گل و بلبل. یا اینکه شنیدید که میگن استقلال کشور چه فایده ای داره زمانی که سفره مردممون خالیه. ولی تا حالا کسی بهتون نگفته هر جایی که پادشاه فقیه در برابر زورگویی‌های غربی‌ها ایستادگی میکرد همین آمریکایی‌ها با ترفندهای مختلف اقتصادی به پادشاه فقیه فشار می‌آوردن، بعدش هم نخبگان ستون پنجمی رو میریختن تو جامعه تا مغز مردم رو علیه حکومت زمان شستشو بدن. فشار اقتصادی در یک مقطع بابت ایستادگی های پادشاه فقید در برابر همین زورگویی ها انقدر زیاد شد که مردم قدرت خرید نان را هم نداشتن، تا اینکه شهریار قنبری با آقای داریوش اقبالی به خاطر اینکه پادشاه فقید از اسب اقتدارگرایی پیاده بشه و جلوی غربی ها سر تعظیم فرود بیاره این گونه سرودن: بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو. میدونم تا حالا کسی بهتون این گونه نگفته بابت استقامت پادشاه فقیه در برابر همین آمریکایی‌ها در یک مقطع مردم قدرت خرید پرتقال هم نداشتن. به این گزارش نگاه کنید، زیادم توجه به مستندهای مهد کودک من و تو نداشته باشید. شما هنوز هم به تحریم میوه خرید میوه ادامه دادی یا نه؟ البته تو شهرستان خودمون. بله شهرستان خودتون یعنی زنجان؟ زنجان هستش. برای ایام عیدم برای خرید میوه باز با همین مشکلات با همین مشکل روبرو شدیم و نه من به بچه من پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخوام. سلبریتی های چون شاملو و کانون نویسندگانم که بیکار نمی نشستن و به عنوان اهرم دست به قلم و وارد میدان می شدن. وقتی که پادشاه فقید هم می دید زورش نمی رسه کوتا می اومد، مجبور می شد یه چیزایی رو امضا کنه شبیه همین برجام امروزیمون. خب وقتی که پادشاه فقید زورگویی آمریکایی رو می پذیرفت همه چی یه دفعه عوض می شد. دلار می شد 7 تومن، پاسپورتمون ارزش پیدا می کرد، اصلا همه دنیا ما رو چششون می زشتن. اصلا می دونی اونی که عزت ملی رو می فهمه با اونی که عزت ملی رو نمی فهمه فرقشون تو چیه؟ اونی که عزت ملی رو می فهمه به حکم خانومی می مونه که 12 ساعت در روز کار می کنه تا سر ما 1,000,000 حقوق بگیره تا بتونه زندگیشو بگذرونه، ولی اونی که عزت ملی رو نمی فهمه به حکم خانومی می مونه که میره تن فروشی می کنه و سر 1 ساعت 1,000,000 میگیره و زندگی بسیار خوبی هم داره. حالا فکر کن شخص سومی پیدا بشه تو سر اون خانم کارگر بزنه بگه این همه کار میکنی به خاطر ماهی 1,000,000، حداقل از همسایت یاد بگی روزی 1 ساعت کار میکنه داری 1,000,000 میگیره، بهترین زندگی و لباس و سفر خارجی رو داره. حالا خودت کلات قاضی کن، درست زندگی اون تن فروش الگو بشه و ارزش؟ کسانی که در حوزه سیاست به دنبال سازش با این گونه زورگویی غربی و آمریکایی هستن به حکم همون زن تن فروش هستن که عزت و شرف خودشونو دارن میفروشن، عاقبتشون هم مشخصه به حکم یک دستمال در سطل زباله. در اینجا جا داره یادی از سردار ملیمون ستارخان بکنیم. ستارخان که داشته از یه خیابون رد میشده میبینه یه بچه بغل مادر خوش رها میکنه، میره طرف علفا، علفا رو میکنه و ریشهشون رو میخوره. ستارخان میگه اگه الان رد شم این خانوم به من فوش میده که در برابر زورگویی های بیگانگان دارم مقاومت میکنم. ولی وقتی که به اون خانوم میرسه اون خانوم میگه خاک میخوریم ولی خاک نمیدهیم. براستی ما رو چه شده که انقدر بیغیرت شدیم که برای ترامپ کامنت فدایت شوم مینویسیم؟ ستارخان وقتی که میبینه روسیه تزاری بهمون حمله میکنه فوراً یه تلگراف میزنه به محمد قاجار که باهاش در حال جنگ بوده و اینو میگه: شاه به جای پدر و توده به جای فرزندان است. اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد نباید همسایگان پا به میان گذارند. ما هر چه که میخواستیم از آن در میگذریم و شهر را به اعلی حضرت میسپاریم. حالا فهمیدی عزت ملی چیه؟ یا بازم میخوای خودت رو توجیه کنی و توی کنگره آمریکا دنبال باستن سیاستمدارای آمریکا پله ها رو دوتا یکی کنی، بعدش هم بری تو صفحه ترامپ و سیاستمدارای دیگه اروپا کامنت بذاری؟
نمیخواد به من و ما جواب بدی، تو خلوتت به وجدان خودت پاسخ بده.